فوری وزارت داخله انفجار در کابل حوالی ساعت 9.40 دقیقه صبح امروز واسطه نو لند کروزر مربوط محبلا محمدی معاون مقام ولایت کابل در ساحه مکرویان 4 هدف ماین ما مقناطیسی قرار گرفت با تاسف که معاون مقام ولایت کابل و سکرترشان شهید گردیدن و دو تن از محافظینشان مشروح شدند این عمل تروریستان جنایت جنگی و ضد بشری است در هفته اخیر هسته های تروریستی ماینگزار بازدار شدند و بخش های کشفی امنیتی برای مهار این وضعیت و سرکوب تروریستان تلاش هایشان را تقویت بخشیدند اطمینان می دهیم که باقی شبکه های تروریستی زیر تعقیب قرار دارند همچنین به نقل از فیسبوک تاریخ هسته های توریستی اکثرشان بازداشت شدند. حوالی ساعت 9 و دقیقه صبح امروز واسطه نو لند کروزر مربوط محبلا محمدی معاون مقام ولایت کابل در ساحه مکرویان 4 هدف ماین مقناطیسی قرار گرفت. با تاسف که معاون مقام ولایت کابل و سکرترشان شهید گردیدند و دو تن از محافظینشان مجروح شدند. این عمل ترورستان جنایت جنگی و ضد بشری است. همچنین در یک بسته خبری مهم دیگر کمین خوردن نیروهای دولتی در جل ریز و تیراندازی در کابل یک نیروی پلیس کشته شد به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید لطفا تا پایان این مجموعه خبری مهم ما را همراهی نمایید کمین خوردن نیروهای دولتی در جل قطع عملیاتی نیروهای امنیتی که برای پاکسازی شاهرهای نمبر دو در ولسوالی جلریز این ولایت رفته بودند حین برگشت به کابل با کمین جنگجویان گروه طالبان روبرو شدند و گزارش سپوتنیک به نقل از روزنامه اطلاعات روز مهدی راسف نماینده مردم ولایت میدان وردک در مجلس نمایندگان میگوید که قطعه عملیاتی نیروهای امنیتی که برای پاکسازی شهرهای نمبر دو در ولسوالی جلری زین ولایت رفته بودند این برگشت به کابل با کمین جنگجویان گروه طالبان برخورده است راسق به روز دوشنبه 24 قوس گفت که این قطع عملیاتی با کمین 150 نفری در روستای اسماعیل خیل ولسوالی جلریز حوالی ساعت نو شب گذشته هنوز در ماسره جنگ جان و طالبان قرار دارد. این و مجلس نمایندگان افزود که نیروها در بیش از 70 اراده تانگ جا بجا بودن. درگیری میان دو طرف تا کنون جریان دارد. به گفته او در جریان این درگیری تلفات بر نیروهای دولت نیز وارد شده است. مهدی راسخ تاکید دارد که هنوز به دلیل خراب بودن هوا حمایت هوایی از این نیروها صورت نگرفته است. آقای راسخ وضعیت برای نیروها را وخیم خواند و گفت که اگر از آنان حمایت هوایی و زمینی نشود احتمال تلف شدن تمامی نیروها وجود دارد در این حال امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی کمین خوردن این نیروها و محاصره آنان توسط جنگجویان گروه طالبان را رد کرد و گفت که این نیروها همکنون مصروف پاکسازی بخش های از مناطق ولسوالی جلریز از وجود طالبان هستند او گفت که در جریان این درگیری تلفات نیز بر طالبان وارد شده است. این وزارت روز دوشنبه هفته گذشته عبدی قوس اعلام کرد که شاهرای نمبر دو جلدیس میدان شهر از وجود جنگ جویان این گروه پاک سازی شده است. تیراندازی در کابل یک نیروی پلیس کشته شد. در پای تیراندازی افراد مسلح بر نیروهای پلیس در مربوطات اوضاع دوازدهم یک پلیس کشته و یک نفر دیگر زخم برداشته است طبق گزارش ها این تیراندازی صبح امروز سهشنبه 25 قوس در منطقه بودخاک اوضاع 12 همه کابل رخ داده است فرماندهی پلیس کابل این رویداد را تایید کرده است ترورهای هدفمند و انفجار ماین های مغناطیسی در کابل به شدت افزایش یافته است این در حالی است که مسئولیت رسیدگی به بحران امنیتی کابل را امرالله سال معاون نخست ریاست جمهوری بر عهده دارد با این حال عملکرد آقای ساله انتقادهای را در پی داشته است جزیات پیشنهادهای مذاکره کنندگان در مذاکرات دوحه تلو نیوز با نسخه های پیشنهادی حیات های مذاکره کننده سل برای گنجانیده شدن در آجندای این مذاکرات دست یافته است. در برخی از این پیشنهاد ها دیده می شود که حیات جمهوری اسلامی افغانستان، تامین آتش بس، حفظ حاکمیت ملی، نظام جمهوری، آزادی رسانه ها و جلوگیری از حضور و فعالیت های جنگ جویان خارجی در کشور را همچون موضوعات آجندای مذاکرات پیشنهاد کرده است. اما موضوعات پیشنهادی طالبان برای اجندای مذاکرات سال نظام اسلامی ایجاد شورای اسلامی تامین حقوق زنان و تمامی حقوق شهروندان بر بنیاد آموزه دین اسلام هستند به طرح های پیشنهادی دو طرف مذاکرات صلح دست یافته است که در آن دیده می شود که تامین آتش بس حفاظت از مرزها حاکمیت ملی که از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی کند قطع مداخله های خارجی ها تامین حقوق قربانیان جنگ آشتی ملی غیر نظامی ساختن روستاها غیر نظامی ساختن قوای بشری و جامعه تامین و آزادی های رسانه ها، خودکفایی اقتصادی، جلوگیری از قاچاق و پروسس مواد مخدر و جلوگیری از حضور و فعالیت های جنگجویان خارجی از مهمترین خواست هستند که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان خواهان گنجانیدن آنها در آجندای مذاکرات سال هستند. پیشنهاد های هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تامین امنیت مردم افغانستان، آتش بست، حاکمیت ملی تمثیل قانون جمهوری اسلامی افغانستان قطع نمودن مداخلات خارجیها، ها خدمات رسانی عاجل انکشافی و بشری وضاحت در مورد روابط با کشورهای دیگر میکانیزم های تطبیق توافقات مذاکرات نقشه رای سیاسی حقوق و مسائل قربانیان جنگ آشتی ملی عودت ماجرین غیر نظامی بودن روستاها و مساعد نمودن زمینه ای کار غیر نظامی نمودن قوای بشری و جامعه زمانت های بین المللی، های ملی، آزادی مدباد، خودکفایی، اقتصادی افغانستان، جلوگیری از قاچاق و پروسس مواد مخدر، جلوگیری از جنگجویان خارجی، محمد انی فتمر وزیر امور خارجه گفت دنیا به هر سال رای نداده است. رای اینان به صلح با و پایداری بود که در آن جمهوری اسلامی افغانستان با تمامی ارزش ها و دست هاوردهایش حفظ شود. از سوی هم رئیس جمهور غنی به روز دوشنبه در نشست کابینه از طالبان می خواهد که دور و دوم و مذاکرات را در افغانستان به پیش ببرند رئیس جمهور غنی گفت هر دو طالبان ادعا دارند که در سرزمین افغانستان هستند پس چرا در خاک افغانستان مذاکره نمی کنن. هر جای از افغانستان را کانها بخواهند دولت افغانستان آماده است تا با آنها مذاکره کنند افغان ها در خیمه هم میتوانند مذاکره کنند در سردی هم وقتی آن نیست که اوتال های مفشن پیش شرط همه گذاشته شود ضروری است که همه مردم ببینند تا مذاکرات چگونه انجام می شود روی کدام موضوع تمرکز می شود و چرا سپاس از این که با ما بودید تا ویدیوی دیگه الله یارو مدد همه تان باد